از حاج محمود هستم. سلام دوستان، امروز خراسان اصفهان یا همون جای قدیم، یه خونه بسیار قدیمی با صفا، خونه که فکر میکنم صاحب این منزل و این کبوترهای زیبا آقا سید. سلام خدمت شما آقای خادمی، خیلی خوش اومدین. قربونت برم. معرفی کن سید جون، قربونت برم. سید وحید حسینی ام. مکان خونه مکانم که خراسان خیابون آواز پشت مسجد گل زاکه نماز شما میشه. شما هم زحمت کشید آقای خادمی، از مسیر طولانی اومدین تا چیکش. ازتون تشکر میکنم. از مهمونامو از احمد آقا شمس، از آقای تی وی لاشری و دوستان آقای یوسف، از محمود آقای کردستانی زحمت کشیدند مسیر اومدن. ما در خدمتتون هستیم. ما چند سالی از این حیوان را کاراشی نمیکنیم. در زواری بود پیش چسبتامون، سعی میکنیم یه چیزی یاد بگیریم و اگه بشه یه چیزی درست کنیم، ولی همین هستن. سید وحید به سختی راضی شد که اصلا صحبت کنه با خواهش من. دوستان در جریان، خیلی خواهش کردم از ایشون، بیشتر دوست داشتم مکان رو معرفی کنن ایشون، مکانی که هستیم. آره یه توضیحی در موردش بدین تا بریم اون طرف هم نشون بدیم اینجا کجا هستش. بله این امارت مال دور صفویه، حدودا 600 خورده سال پیش ساخت شده و 22 زیری خونه هستا، اتاقی طلا، اتاق آینه، غروسی ها، گل بوته و فرشته به قالی گفتنی، اتاقی گل و یه حوزه مرمر درایی خیلی قدیمی، مشبک، گرزایی دیدبانی، بادگیرایی که تو یز هست، اینجا رو سر خونه هست. ما 5 زیری باز این 22 زیری باز داریم، اینجا هست که دستمون نصف حیوان توش داریم، اون طرف هم اصل حیوان هم اون طرف هم دار 5 زیری بشه از خودتونه داریم. ما خدا سلامتی شما بازی میکنیم، البته میگم شاگردی میکنیم، حیوان اختیار داریم، ادعا نداره، ما هم چیزی نداریم، به هر حال سعی میکنیم فقط یاد بگیریم از بزرگتر خودمون. همه اشبازا تشکر میکنم، اون اطلاعی بزنی میبینم از اشبازا خودمون خراسان، خودمون سمیر زمانی، علی آقا دوغی، زنده باد عباس حج رحیم، پیش چسب تامون حج محمود، ابوالحسنی، حج محمودی، احمدی، بله، و عباس نفتی، حسن، خیلی ها زحمت میکشن اینا پیش چسب داریم که بودنده حسن و ما وقی دوستان به صفر از کن همه شوش باز خوبی هم. من هم سعی میکنم از همه شو یاد میگیرم. حرفی برای گفتن در موردی کفتری که بخوام ادعا بکنم، نه کفتری آسمون میشناسه، ما سعی میکنیم کفتری یه موقع پروندیم آسمون صحبت کنیم، روزه میصافتی نداریم. ممنونم، ممنونم، خیلی استفاده کردیم، لطف کردین. همه چیز کبوتر نیست، ما به بهانه کبوتر امروز مهمان اصفهان هستیم و چقدر مهمون نوازی شدیم که یه رفیق مثل خودتون داشتید، این مسیری طولانی از زحمت کشیدین، تو اون موقع تو سرما گرما اومدین، تو سرما اومدین، واقعا شما خیلی زحمت کشیدین، شرکت اختیار دارین دوستان قدری این که شما این زحمت رو کشیدین، چیزی برای قول می‌کنین، یه چیزی به یادگار می‌ذارین، یه چیزی به من یاد میدین، دوستان قدری شما رو داشت. آقا سید من الان یه کوچولو فقط چون گفتی این اصلش نیست رو بدین، من سقف نشون بدم فقط اینا. خب وقتی میگیم کبوتر اصفهانی و قدمت این کبوتر، خب و پیشینه این کبوتر، حالا دوستانی که نمیده خواستگاه این کبوتر استان اصفهان، حالا به خواستگاه اون شهرش کاری نداریم، استان اصفهان یه همچین جایی هست، همه چیز کبوتر نیست و به بهانه کبوتر میخوایم مکانی که الان توش کبوتر نگهداری شده، خواستگاه این کبوتر چند ساله؟ 100 ساله که فقط تو این خونه. بله من بابام اصلا کبوتر داشتن، عمو بزرگم کبوتر داشته، بابام بوده و حالا خودم هم داداشم داریم زحمت میکشیم. و اینه که خواستگاه کبوتر اصفهانی توی ایران ناشناخته مونده و چقدر حرف برای گفتن داره این کبوتر. خیلی ممنون و متشکرم. میریم خدمت آقا محمود. سلام آجی. سلام ارادت. حاج محمود معروف به محمود سیویل و فامیل کامل و اسمم اگر خودت بگی حاج محمود. محمود ابوالحسنی. محمود قبلا هم از آقا محمود ابوالحسنی یه کلیپ من گرفته بودم، یه صندلی بیارم آقا محمود ببخشید. بفرمایید. حاج محمود الان که با هم صحبت می‌کردیم با عزیزان در مورد این کبوتر، من از شما یه سوالی پرسیدم. یه جمله و یه حرف بسیار بسیار زیبا و قیمتی زدی. حاج محمود گفتی آقا، گفتم اگر طرف میاد پول گنده میده، حالا پول سنگین میده، پول زیاد میده، 50 میده، بله، کبوتر میخره میبره نمیشه، بله، میگه آقا 50 میلیون پول دادم که دیگه کفتر خوب داشته باشم، بله، بردم و نشد. خب میگه
قرار نیست این آفاده بشه. چرا؟ در میگردم به دهد میشه. چرا نشاز میشه؟ بعضی هاشون عدلشون یه وقت به سر نیمه کنن. اجازه قرار شدن بردم ده میلیون بدم، صد میلیون بدم و کف درداشم که میشه. خب باید چکار کنم؟ اما دیشه اصلا دوریال ارزش ندارن بهش باز اصلا به دردش نیمه کنن. همون دو تا جوجه میکنن برا خوش عدلشون رو ده یا ده سال پرون کنم بی خطا با صدا با چرد کام بزنن چرد یا بیدونم یا نشدن یا هم سوبا نهدن اینگه را چه ماله من ده میلیارد یه میلیارد ازه بدم پنج تا چپتر بکنم بیام چرا نشدی چراش دیگه شانسی اونه شانسی اونه چه خیده شانسی اونه چه داره اینا باید خودشون بشن آها. شانس باید مثلا من دوتا چپتر یه ازه برم بیارم دمی تور بخرم بیارم یه موقع میشه همده بشه تعدیل خودم که ده سال همه چشتم نمیشه خب جی اگر یکی میاد به شرط خبوتر میفوشه خب صحبت سر اینه طرف میام میگه آقا من یه جفت کبوتر رو میدم مثلا 20 میلیون اندازه 20 میلیونی که پول گرفت تو این زمینه که کبوتری ارزشی نداره آقا 20 میلیونه باید جواب بدی یا نه خب باید جواب بدید ولی یه وقت نشدن یا آقای کازمی یه وقت من همون گفتم صحبت کردم بله. من یه جفت نرماتره یه وقت من 11 سال 10 سال پروندم خودم جواب گرفتن اشوازاره پیغام دوست نامودن همه پسندیدن ولی جوجه میکنم بسم الله نام شما میگیرم میدم به شما برینی میشه اون دیگه من گناهی ندارم یا دیگه نخورده نشده یعنی انتظار نداشته باشی با پول انتظار نداشته باشه چه من 5 میلیون پول دادم چرا نشد انتظار جمله هست تاجی میگه میتونی با پول ساعت بخری ولی زمان نمیتونی بخری میتونی رخت خواب بخری ولی خواب نمیتونی بخری و شما بفهمید که بتونی کبوتر خوب بخری ولی که کبوتر خوب بتونی بپرونی این یک قسمتش برمیگرده به شانس بله و یک قسمتش هم خودی اشواز ببینید کار کرده چیکار میتونید حالا بود یه موقع کرده با طرف میده به یکی کننده نیست این صحبه کرده کننده نیست یه موقع هست طرف پول خوب میگیره اما کرده خوب میده طرف کننده هست کبوتره میشه این آیا با هم تفکی کردن داره یا نداره این وقت یه خلای اتفاق میفته اون که پول گیره هست اتفاق میکنه توفیر میکنه دیگه بله نباید این کار رو بکنه من چه میدونم من چه میدونم که برن نباید بیومرم 10 میلیون یا 5 میلیون بیرم دستم آقا رو بند کنم حالا یه وقت دارم خودم زحمت کشیدم بهترین ها نرماتره کردم بهم حالا به اینم دادم ولی برای اون نشده اون دیگه شانس خودش شانسشه من گونه دارم که بگه دارم مثلا صد میلیون من هست دو تا چپ داره من داد نشده اون دیگه با من تاثیری من نیست ولی شما خود همون خب دیگه شانسش میگه صداقت و وصل میشه متاسفانه اینجا فکر میکنم بعد آنتن میده حاج محمود من یه سوال دیگه میپرسم و چون آقا محمود هم با من تهی کرد که من زیاد صحبت نمیکنم سوالم هم یادم رفت میخواستم در مورد این کبوتر سوال کنم اگه بخوای محاسن و معایب این کبوتر رو بگی بعد از یک عمری که با این کبوتر شما بازی کردی پشیمونی؟ نه از اینکه کبوتر باز بودی پشیمونی؟ نه کبوتر صدا کن کبوتر بعد یهاش معمول نه بازی باش سخته نه اگه کسی عشقش داشته باشد هیچ سختی نداره خیلی هم راحته عشقش هم میکنه فقط چهار تا چپتر آسه میکنه خودش میشینه لذتش نمیده لذتش چیه؟ لذتش اون صداش هست اون پریدنش هست اون خوابش هست اون نشستنش هست که میاد صاف همون جایی که بلند شده میشینه همون جایی که دست صاف در میاد میشینه لذتش همونه و یک به دوستان خراسان و استان اصفهان و نهایتاً کبوتر صدا کن حالا و پر شهر کرد در مورد بازی با این کبوتر که ما توی حاشیه رفتیم گم کردیم حاج محمود اون چیزی که قبلا بود الان نیست اون گم شده چیه؟ اون اراده چیه حاج محمود؟ اون کم و کاستیه چیه؟ خب کم و کاستیه اون است که خودمون را بیرا رفتیم یه وقت یا نتونسته یا را بیرای رفتیم یا این شاخه اون شاخه پریدیم قبلا با الان چی؟ کدومش؟ الان قبلا اینطور نبود
الان حاشیه رفتیم. الان حاشیه رفتیم چون هی میریم میبر اوار میگم از خودم خوب نیست اونه بیاریم اینه بیاریم هی حاشیه حاشیه تو هم کردم خودمون این کارو کردیم. آقا محمود ایراد کارا کجا میدونی؟ حسن کارا کجا میدونی؟ حسن کار نه چه خود یادم باید بررسی کنه خودش باید ببینه چیکار میکنه آقای خادری. بله. فقط خودش. و ایراد کجا؟ یخت ایراد تو کارمون پیدا شده قبول داری؟ آره همین ایراد همینه این شاخه اون شاخه پریدن دیگه برای بگم من کردنی خودی من که من کنم من دارم دیگران ندارم بله. من درست نیست برای توی اشوازی برای حیوان اصلا درستش نیست بله. این اصلا درستش نیست چون این حیوان یه چپه بالا بیزه بود اونم نمایی میکنه برای من و دیگران و رفیقام و دوستان این حیوان ممنونم آقا و آخری صحبت شد دلم نمیاد صحبت ها چیری نه پیشنهاد برای کسایی که میخوان تو این کار باشن میخوان موفق باشن آقا منی که الان علاقه دارم به این کبوتر تهیه کردم دارم و میخوام راه درست برم چیکار کنم کبوترم خوب بشه لذت این کار را ببرم آقا ما فقط این شاه اون شاخه نپری این دیگه یه زخ نرمات با هم چربیه دیدی شدن دیگه نخواهی بهترشون بود من خودم با این تجربه خیلی چپ درایی داشتم که اصلا ثانیه واقعی نداشتم ولی رفتم بهترش کنم و بهترش کنم هی یه نرزومه سدم یه مرده ازومه سدم یا خریدم یا کردم بهترش کنم از بینی چی بردم خودم کردم تو چپ دری که با هم نکشی میخوره در میارن دیگه لزومی نداره که من بخوام برم یه چیه زوبر بیارم یه چیه زوبر بیارم کنم همونی که داری قانه باش با همون کس قانه باش یه قانه بودی اش بازی بتونی بکنی کبوتر هم داری همیشه و میفرما تاج محمود که رو کبوتر خودت کار کنی یعنی یه جفت ببر بله خب اینا بگم دیگه حیف نپرسمش آخه حاج محمود ببین یه جفت ببر وقت که چرا و وقت بذارم چند سال ببرم بعد بگم نشد بعد برم روی جفت دیگه کار کنم با چقدر کبوتر میتونم به نتیجه برسم دو سال طول میکشد آقای اما خب میگم که خودت مثلا میای دو تا کبوتر از من میبری دو سال وقت دوباره بذاری رو حداقل چه به همین دو تا اگه نشدن شاخه شاخه نرو نایو بگو مثلا از دوتا از هز محمود گرفتم خراسان این دوتا خوب شدم بذار باز دوباره برم خراسان دوتا دیگه بیارم اینا بهتر میشن خوب نمیشن شایدم بشن شایدم شانس بهتر بشن بله شاخه شاخه رفتنشون خوب نیست ممنونم عذیت بکنه دشوازه ممنونم قربونت برم حاج محمود من به زور راضی کردم نشست دوستان اگر یه موقع یه چیزی از قلم میفته اسم کسی کم و کاسته ایشون راضی نمیشه گفت بابا اسم یکی یا میگم یکی دلخور میشه یا میگن چرا تو خونه خودت نیومدی یا چرا که این چرا و ما با اگر را خواهشم بعدن از ایشون سوال نکنی خواهش بنده بود متشکرم مشکل نداره به خدا اما خب شادم زنده باشی همه شوره پیگ ما دوستی ما چه هرچه اشواز تو کل ایران هست کاری بس به خراسان و شهری کرد و فلاورد و کل اشواز ایران من دوستشون دارم قربونت دارم روزی باشه در خدمتشون افتخار مایی متشکرم آج محمود ممنونم لطف کردین بازم حالا میریم دوستانی که توی لایف هستن خیلی از عزیزانی پشت سر بنده ایستادن یه مکان بسیار بسیار دیدنی که جای شما همه خالیه میریم اینجا هم نشون میدیم منزل آقا سید هستیم لایو بعدی هم انشالله ببینیم خدا نگهدار شما ممنون حاج محمود ممنون Thank you.
این زن از بر کبر بیام از سلام دوستان. پیشنهاد میکنم فقط مکانی که ما الان میخواییم ازش فیلم تهیه کنیم و ببینین، دیدنش خالی از لطف نیست. کبوتر اصفهانی اصالت به اندازه تاریخ این مکان ها. شما زمان ساخت این مکان ها رو اگر دقت کنید، الان خراس کنیم قدمت این ساختمان و این مکانی که توش کبوتر نگهداری شده. اون طرف فرم ایرادی داره؟ نه اینجا سری دور میزنم. اتاقا درش رو باز کردیم. اونا ایراد داره بگیرن. برم. همه چیز کبوتر نیست. توضیح می اومد در مورد قضیه داد حاج احمد، دارم کلیپ می گیرم فیلم قربونت. خب حاجی دونی اینجا کجا توضیح داری؟ چیزی می دونی از اینجا؟ خراسانه دیگه. کاش سید صدا می کردی یه توضیح می داد قدمتش ها حجمت میدونی شما؟ وقت سال پیشه زمان 700 سال قبل از خاجو میگه ساخته شده 700 سال پیشه زمان 700 ساله؟ 700 سال از خود آقا سید هم میبسید. آقا سید داره تشریف میاره. سید صحبت ساخته شما گفتی 700 سال پیشه زمان 600 خورده سال 600 خورده سال اتاق آینه بهش میگن آب تلاکالیه. سقف رو فقط نگاه کن اصلا جان خودم عکسی خانه ای که توی خونه زندگی کردن از کدوم طرف شروع میشه؟ از طایفشون مندلی خان مندلی خان غازا عکسی مندلی خان غازا نام بالاست ببینه اینه کدومه اینه؟ مندلی خان غازا نشونه این هم از عکسشونه عکسی قابشونه قابه عکسشونه این خان دانی هست که خب هم به اسمان ها کمک میکردن هم دیگه یه مارت ها از اونا به ما رسیده به مادر و زوجم از مادر و زوجم الان هم آقا سه توش زندگی میکنید دیگه مادر و زوجم هستن بله. خدا سلامتی به شما بده. و اتاق بغلی چی بود آقا؟ اون اتاق آقا درش بست هست نه یکی اینجا بودش اینجا این بغلی هم یکی من دیدم اینجا درش بست هست بست هست؟ به بهانه اونجا که مادر بزرگ گرامی هستن طرف هم پدرم این اتاق فاصله انداختی بین پدر بزرگ اونم این همه بابا زمین بزرگه ولی یا الله اجازه هست یا الله
به بهانه کبوتر اجازه هست. نه مشکل نداره، مشکل نداره آقا. اینا ثابت آقا، ثابت هم حالا نشون میدم. حالا این اتاق خب این زرد داره، این زرد یا دیواره ببینید، این همه آب طلا کاریه. این سیاسه پله صاحب کن کدو آها اون این آلی قاپوه و پشتش کوه و آتیشگاه این طرف. این سیاس پله پشتش کوه یا همین صبح صاحب کنید با این اینه کوه. این سیاس سیاس پل اونجا بود این ها آلی قاپوه و کوه پیداست کشیدن پشتش خالی نیست. اوکی بگید خلاص کنم بگی که حالا منطقه دقیقش زمان خواهده میگه قبض انقلاب حالا چند سالشه نمیدونم 100 سال بیشتر 150 سال پیش انگلیس ها اومدن و پارت روی این تس موندن. اون عکس های آلی قاپوه پشتش کوسف هست. خب اینا را با خودش یعنی ببرن ولی خب نقاشی ها را خراب کردن نتونستن ببرن. نه ببینیم ما خودم این عکس بابا خونه الان مالی ایشونه. مالک ایشونه؟ بله. خدا سلامتی به ایشون بده. عجب تیپ و اخویتون هم شکل دقیقاً پدر گرامی هم تیپ ایشونه. خادمی اجازه بده ببخشه رو این فیلم. خدا سلامتی به شما دانش کن. خادم این حوز یه سنگ مرمر یه سنگ یشمه یه تیچ هست. عرضش مالیش حالا نمیتونم نمیدونم چطور بدون بگم ارزش مالیش از این عمارت بیشتره. این فقط همین این سر این حوض رنگ عوض میکنه تو صبح زهر شب سه رنگ عوض میکنه این سنگ. خیلی الان من خودم به سختی چون توش گل کاشتیم گل گذاشتیم کنه کاشتیم آره گذاشتیم آره. راست میگی چون توش گل گذاشتیم مشخص است. ببینید در خودم این در این در شاید تش مثلا راحت دیده بشه ولی ساخت این در خیلی زحمت کشید. این در علی در پشتش چیه؟ پشتش مون خونه اون عمارته. اون یه عمارته آها اون یکی که سر هم بوده ما دیگه درسته. ما بین چیز شده با هم در بازو بسمی شده سیم ولی این در میره بالا آقا یه چیزی اصلا یه چیزی من تو عمرم این سماوره آقا اون کدوه آره بله. این قوریه این علاءالدینه این دربه آقا این چیه؟ اینه من ندیدم این وافوره وافوره وافور برای استفاده بله این چوقه چهاره خیلی قدیمیه با اینا ساز میزنن بله 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 خیلی ما شراسته داده هم ساندیس هم صفرشه چین همه جا هست. خیلی خوب آقا خدا سلامتی بده. چی کار میکنه آقا به عشق پرنده؟ دوستان بگو صاحب شین طبیعت یه همچی جایی ها ببینید که عشق بازه هم داره واقعا واقعا جلوس میگم آقا ما به طنز داریم میگیم ولی حقیقتا به بهانه کبوتر پای ما اینجا باز شد. آقا به چه اسوانم همچی جایی هم ندیدم اون نشینم حالا دیدم خدا هم با تو بیامرزه. بله همه چیز که حاجی کبوتر نیست ما اومدیم این تابلو خود نقاشی دیوار به خود اگه بگی زیبا نیست اینجا را ببینید آقا همه چی کبوتر که نیست درد نازن آقا خادم در ببینید این درما قابی تلاست اینا یعنی تلاکاریه بله بله جالب و زیبا و این در باز میشه به عمارت پشتی؟ نه این در باز میشه به اتاق کناری ببینید این اصلا خیلی آقا جا شما خالی به خدا اصلا واقعا یادم رفت کبوتر چیه هم دل و هم صداشین یه جای خوبم ببین من که دوری تو بجنم چای کرده به خدا به چهارا میگم برای دوستان میگم میگم هم صداشون شده سه جان اینجا میشینید دیگه این بخاری ببین بخاری این بخاری زغالیه جالب اینجاست که هنوزم اینجا دارن زندگی میکنن آدم همش نشستم روی بخاری کیف میکردم وای وای مالی خوشم خالی بله بله دوستان جاتون خالی حالا میریم سراغ محوطه هم که دیدیم میریم به بهانه یک کبوتر میریم همه جا میریم بریم آقا سید نه خادم برجه گرفتیم که اون رو بروه بیرون آره بیرون گرفتم اون برجه رو هم اول گرفتم با گیره رو از دور گرفتم با گیره ها رو سرمون رو پشتمون به سختی میشد گرفته شد که باره میگیره میده پایین بره اتاق خونه کردن اتاق اینجا که الان اینقدر خنکه که دیگه نیازی ثبت موزه شده ثبت باستانی چیه ثبت ملی ثبت یونسکو خیلی سال شده
اسم کامل این عمارت اگر بگی، عمارت خان، معروف عمارت خان خراسان معروف. بازدید برای عموم که نداره فعلا، در خدمت. نه جدی، حالا مثل موزه ها خب. منظورم اونه. خب نه جناب خود مدرن بازسازی میکنیم، دیدین که کفا بالا ریختیم، بله. دیوار رو درست کردیم، سقف و اتاق را کفاشو ببینید تا ما سنگ برش کردیم و یه چم دیگه کار داره، انشالله تموم بشه. بله موزه میشه و رستوران سنتی انشالله. بله انشالله به سلامتی. خب بابا میخوان این کارو بکنن، خدا سلامتی به ایشون بده، خدا سلامتی به شما بده. بریم آقا، بفرمایید آقا سید حاجی، بفرمایید. من میخوام بیام بریم سراغ اصل موضوع که نگن آقا چه ربطی به کبوتر داشت. تو این مکان، داخل این مکان کبوتر نگهداری میشه، نزدیک به 100 ساله که تو خراسان این کبوتره، اونم کبوتر اینجا باید بره تو آسمون، هر جا بشینه از خودش. اینم کبوتر صداکن اصفهانی با قدمتی به نزدیک فعلا 100 سالش تو این خونه. اینم یه سرف میگن یا کاج. خب بریم سراغ دوستان. اینم این مکانو آجا با سلام. آقا سلام، آقا مهدی سلام، حاج محمود سلام، احمد آقا سلام، ارادت آقا مخلصیم، فدای شما. یه بار دیگه سلام کنم خدمت دوستان عزیز. ببینیم ساختمان قد نیست، این فوق طرف ببینیم اصل اینه نه پرنده. پرنده چیه؟ اما خب بعضی ها میگم که میرن صحبت آجا احمد بفهم دوست سراب میکنن، سراب میکنن. سلام مجدد آقا مهدی، خوبی قربان، سلامتی آقا. ما آقا سه تشفیات، تشفیات دوستانی که هستن، آقای کوهستانی که نمیان، آقای سید اخوی ایشون، آقای نکویی، خیلی از دوستان هستن که با دوربین نیونه ای ندارن. از طرف خودم دیگه آوردیم دیگه آقا محمود، ببخشید ببخشید نفرمایید. حالا من یه کار میکنم که همه تو کار جا بشن. خب برای که از اصل موضوع دور نمونیم، آقا مهدی در مورد کبوتر الان یه صحبت کردیم، یه چیزی گفتیم که من تا حالا تو این لایو هیچ وقت نشنیده بودم. متفق القول هر سه پیشکسوت گفتیم که آقا کبوتر خراب اصلا به چه کبوتری گفته میشه. بله میشه اینا یه بار دیگه بفرمایید آقا مهدی. بله خیلی کبوتر مفلق میگیرن میرن میپرن، مفلق حالا یارو بازی میرن یا نمیرن. بله کبوتری که بازی نمیره نمیشه اسمش خراب بذاشه. نگه بله. میپره، فرم قشنگی داره، بی عیب میپره، این کبوتر خودش بازی نرفته از وجود همین کبوتر میتونن بسازن. همین که خودش بازی نگرفته میتونن بچه ازش در بیارن، بهترین کبوتره را یه وقت ارائه میده بچه میکنه. کبوتری میشه گفت خراب کبوتری که بپرونش بازی بگیره، بازی بگیره صاف کنه، صاف کنه رو صدا بیفته، سر و دمش کنی، کارش بکنی. کبوتری که همون دیگه صافش کردی، بی عیب بوده حالا بیاد یا دست بزنه یا شاخ کنه یا کونه بذاره، اینه میگن کبوتر خراب. بله خراب، نه کبوتری که بازی نگیره، بازی نگیره. و خیلی دوستا که کبوتری میبرن، با یه کبوتر هم، با یه کبوتر، دو کبوتر هم کسی کبوتر باز نمیشه، کبوتر دارم نمیشه. بله خب حاجی احمد از شما حالا میپرسم آقا سوال رو کلی پرسم تا به جد پیشنهاد شما برای بهبود اوضاع این کتبه این وضعیت که داری چیه؟ من دورن پایشه یه بار صفر کنم، ببخشین آقا عذرخواهی میکنم اگر میپیچه، بفرمایید آقا. از چه لحاظی؟ ببین از لحاظ فرهنگی حاج احمد الان صحبتمون چی بود؟ گفتیم آقا شما الان فرمودید که ما باید بیایم این جایی که اینجور جاها رو ببینیم. از کیدن ما با این سید که یه مدتی آشنا شدیم، جای گارا تو گوش بودیم، اینجا خورده جسانی، همین جایی که شاید دیسکی مسی که رو فاصله داره ماندید تصفیه کرده که اصطلاحا آشنا شدیم بدیم. الان این جای گارم از نزدیک رویت کردیم، ما اشواجا باید کاری بکنیم با هم رفاقت داشته باشیم. بله هم مدارا تخریب نکنیم، از نظری که به اصطلاح جمعی
میشیم و اینا میگیم فلان همچنین یه دوست خلوت میشیم یه چیز دیگه دیم یک رنگ باشیم یک صدا باشیم با باینده لذت ببریم حالش رو ببریم اصلاش دور هم علامه صفایی که کردیم این رو باید از انقدر بپرون وایس هم متفتر پرونیم خدا شاهده من از دوستان خواهش میکنم شاید حالا بعدشون بیاد خوششون بیاد از این صحبت های ما بیایند و دوستی برقرار کنیم آقا من اگر یه خونه داشته باشم شهری کن لذت میبرم که دارم شاید 20 خونه دارم اونجا رفیقای خیلی خوبی دارم دوستانم همچنین بیان اینجا اصفهان رفیقای خوبی دارن خونه های خوبی دارن اینجوری با هم رفاقت کف در مالک کجاست مالک کجاست نارا بلش کنن رفاقت ها به چسبن دست هم بدن با رفاقت و مردونگی و صداقت و راستی بیان جلو خدا شاید است اگر پرنده نپروندن بیان مگه مردیم قبر ما را آتیش بزن خدا نکنه بابا دوستی کف در صداقت میاره رندی نمیاره میگن مار تا صاب نشه تو سراخ نمیره قدیمی ها گفتن برا با از ما بیریادی اشبازی کنیم بابا قدیم ها انقدر با هم رفیق بودن اشبازهای خوب سراغ برن من تو شهر خدا بله. انقدر با هم رفترهای خوب داشتن که دختر و پسر به هم دو میدادن اون پسر داشت اون دختری اشبازی را که رفترها کرد بود با این آشنایت داشت از نظر خوبی و محبت و سالمی میمو چکا میکرد بسلت میکرد حالا ما برده با برده همه میکنم برده دوتا کف کرد میخود این میخواد بگید من نه هیچ نیم من هم نیستیم در برابر خدا ما هیچ بزرگی فقط به خداست ما نیستیم حالا پرنده یکی داره میپرونه یکی مثل این آقا متی جایی گاشن نداره خدایش امروز من کف درش هستم از نظر نزدی حالا تو گوشی و صحبت و اینا رو مکان ندارم پرنده بسیار زیبایی بودن از نظر ظاهری باطنیشون هم که به چند تا دوستان داده سو خبردانی دارن میپرونن چرا میگن آقا مهدی بپرون بند خدا مستجره خدا شاده من دیدم خودتونم بلدین بله. یکی ها بی خودی ها تخریب نکنی سن سالش ها نگاه کنی جایگاش ها نگاه با خود منم 55 سالمه دیگه الان نمیتونم پرنده بپرونم چه انتظاری آقا ماشاءالله تو جب بیا تا من چهار تا برای فاقت بدم برو بپرون و بیا مخونم از منم بخواب و چکا کنم بگید بلد نگم مشالله بلدی که چیز نیست اشکال ده من چهار تا پر دیدم همین جوری هم بیدیدم اما با رفاقت با رندی نه من چشم هم نیدم اما از نظر گذشت و مردانگی چشم هم میدم دم چی مرامی هم ممنونم آجا ممنونم خیلی سلامت باشه خب میریم حالا سراغ آقای سید خان کسی که مالک این خونه است امروز لطف کردن مهمان ایشون بودیم تشکر میکنم خیلی ممنون متشکرم بابت همه چیز آقا در مورد کبوتری که توی این خونه هست و خراسان و حالا کبوترهای خودتون و این مکان و لذت کبوتربازی توی این مکان و هر آنچه که میدونی الان نیازه رو بگی آقا سید خیلی مخلص بداشون کفتر از لحاظی کبوتری که خب ما چند سال آقای خادمی این حیوان ها زایگاهشون خیلی عالیه بله یعنی هر حیوانی که میگن نیمیشه این زکارش که بشه داسته مولیره و ما هم چند سال است داریم برای این حیوان زحمت بکشیم خب قبلش بابام بوده بابام این حیوان رو داشته سیاوارا که دیدیم و خودم هم بوده برایشون زحمت کشته من هم داداشم آقا سعیدا خدا حفظشون خیلی زحمت کشیدیم برایشون دیگه چیم دستور داریم خواهش میکنم اختیار دارین از در مورد این مکانم که پرسیدیم بله خیلی عالی این که گفتم 22 زیری به پشت بوناش همش به همراه داره من از این میتونم 500 متر 700 متر برم 700 متر از این طرف برم 700 متر از این طرف برم همه این دست خودمون یعنی همسایه هم زوار داریم با هم بله. ولی خب مسائلی مسئله ما بین ما نبوده یه موقع من بالا بخوام برم تو خونه کسی پیدا باشه یا مسئله باشه هر حیوانی از اون دیگه کلوفت ترسم این ترم باشه این زمیشه کارش کرد این زمیشه ترونده و از لحاظی رفتن آزادی پشت اون هم دیگه تا دلت بخواد آقای خادم عرضه بیفته مال خودمون نمیریم یاد آن چیز که عیانه هست چه حاجت به بیان است متشکرم سلام آقا محمود سلام آج محمود سلام مجدد البته فدای شما آقا یه سوال از شما تا بریم سراغ آقا مهدی این چیزی که بنده حقیر کسب کردم اینه که ما دو فصل جوجه گیری داریم بل. یعنی به دو نمونه حالا به دو قسمت جوجه بل. گل سرخی بل. و اون یکی ها شما بفرمایید خاک خرمن میگن چی میگن گرد خرمن گل سرخی مالی پاییز گل سرخی پاییز میشه یا بهار میشه بله اسم برعکس میگم ایدیام تو ایدیام که به درین دیگه پا هم کنم نمیگن ایدی
آقا میان یا من اشتباه میگم؟ نه گل سرخی مالی ما یه صحبتی دیگه شد. بله همون گل سرخی که میگه راست میگه خاک خرمنی میشه. خاک خرمنی میشه دو خرمنی حالا آره خب ببین حالا یه ذره طوری نیست. آره نه نه همین میخوام حالا اونایی که نمیدونن بدونن. درست بود حاج آقا من بودم درست مونتا یه هوایی بله درست این شد گرفت بله حاج محمود کدوماش بهتره حالا جدای تعارف که بگیم هر دوتاش خوبه به پدر مادر بستگی داره ولی خب حالا تجربه شما کدوما بهتره آقای خادم گل سرکشون بهتره زنا میشن ایدیا چون میفتن تو خون و چیا بعد هم میشه پشت پاشو خوبه ایدیا نه گل سرخ همون خاک خرمانی که الان باشه ادامه داره پشتش تا بعد از تا دو ماه بعد عید میشه جایگاه داره اما حیوانی که عید داره پشتش به گرما میخوره به گرما میشه پر میریزند و نمیشه به عمل اما حالا جوجه ای که حالا در اومده باشه یا پریده باشه یا مخاطب بره یه بختشو داره تا دو ماه بعد زن کفتر پر نمیریزه خزون نمیره این کاراش بخواد بشد میشه یعنی پرنده میتونه بشد که اگر بوته‌ای داشته باشه و بازی بیو باشه توی موقعیت سرد و خنک بازی میوفته مصاحبه مبلغ پاییزی ما یه عیب مشکلی که داره کفتر هراسی میشه وگرنه از لحاظی پرشتش که خب دیگه ببینید 6 ماه 7 ماه وقت داره برای پر پریدنشا کار کردن اما هراس شدن جاش باید مثلا مساعد باشه و دونش با نیفته که ضعیف بشه و بخواد چیکار کنه خب یه سوال مشترک میپرسم که دیگه یه سوال باشه چهار تا جواب بگیریم آقا یه چیزی هست به اصطلاح اینکه کبوترها خراب شدن اینا که همه تون قبول دارن حاجی احمد قبول داری بله همه بله میگن کبوترها خراب تو یه جمله آره قبول داری بله آقا مهدی شما قبول داری میگن کفترها خراب شدن الان در حال حاضر همشون نه هنوزم کبوتر خیلی آباد هست اگه خراب بودن که ما عمرمون دیگه پایین سفری نمی‌کردیم پس کبوترها خراب نشدن کبوترها رو یه سری بردن وقتش ندارن جاش ندارن هنرش نداشتن کبوترها رو رفتن سر کردن داخلشون بعضیاشون بعد ولی اگه کبوترها پاک نبودن خوب نبودن یکی مثل من مگر بیکارم هنوز کبوتر بازی بکنم کبوتری که خراب عمرمه من از روز اول کاری کردم که آبادش کنم بهترش کنم و شده بله باید بیان یه وقت بعضیا رویت کنن ببینن پرش کبوتره بازی کبوتره امسال اگه حج احمد کبوتر زد 30 نفر 40 نفر خود شما هم بودید همه مشاهده کردن همه دیدن بله. اگه کبوترها کبوترگیری نمی کردن خدای نکرده عیب و موارد داشتن ایشون که نمیاد که کبوتر خرابه بزنه حاصله عمرش زد که همه دیدن نه اینه که میگن کبوترها یه وقت خراب شدن نه همشون نه مثلا نه. بعضی آره خب سر توشون رفت اصلی کی باشه نه ببین اصل کار ببین آقا کی ببره آقا میتی نه این اصل سفتش کنم برو نه این اصل سر از نظر قدیمی ها یا یکی مثل من که خود عاشق بودم که چندی سال از اخر بوده 35 سال خودم حفظ کردم نمیخوام آقا بگم تا حجم از صحبت میکنه شما بگین حجم بی نظیرن اما از نظری که به اصطلاح حفظش کردم که الان میتونم 4 تا پرنده ببینم از قبال قدیمی هاست از نجادی ها سر توشون نبود من یک هفتر خوب بیفته تو کارم و بگم پنگم کنم من حیوان اگه زدیم بوده حتی حفظشو کردم ای به ندرت چکتا شدن موندن با این مریضی ها سمره خودی من هم کارا که همه باشم خیلی ها مثلا من خودم پسر آمون داشته 50 سال 50 سال هم خودم میگه دار کرد 100 سال خدمت دارم بعضی ها پرنده خوب دارن نمیخورن به همین دارم میدن تو همیشو میکنن خرابشو خراب با همین اگر یه نره خوب از شخصی داره آقای خادمی هم همینه مثلا اگر خوب است داره بعضی ها خراب کردن سر اون پرنده را از صاحب گیر بیاری و باقیت و پا هم کنه نرد یکی زار چنو یکی مارچ بیار کنه تو هم بعد هم خراب شده نه اینجوری ده بعضی هرم آقای خادمی فایده نداره بله بذارش اینجا به زحمت بعضی هرم هنرمند نیستن میذارن تقصیلی کبود نه کبوتر خوب 70-80% خوبیه فشار مربی خوب میخواد خودشم میخواد 20% کبوتر است اگر مربی خوب باشه آقای خادمی مربی خوب باشه
خدا شاهد کبوتری خوبم درست میکنن. خیلی یا مربیه یه خوبی نمیکنن حقیقتا رفته. خب یه وقت وقتش ندارن، حالا اون که وقتش ندارن جای خدا. بعضیا مال این کف در نیستن، مال این هنر نیستن، همه را با یه چوب میرون میرونن. نه ما اگه نیاکو لذتی از این کار نبرده بودم همون روزا زده بودم کنار. همه روز میگم خسته شده هم میخوام ردشو کنم دوباره سرخ دوباره خمار. حاج احمد دمت گرم. کبوتر روی سر خونه مهمه یا بیابون؟ فقط خونه. خونه نه الان شما نمیگم بفرمان بریم خونه. ممنون میشم مختصر بگیم که تونتون بپرسم مختصر میگم میگیرن گیرنده. بله. شما میگن دم خونه ای من، میگم بفرما بریم خونه، نمیگم بفرما بریم بیابو. کفتر مالی تو خونه است که اوقاتی بیکاری ما این عشق دوست دارم بالا و پایینش کنم دور زنه به چم نباشم. مگه بخوام همه زندگی ما رو کفتر بذارم که چش ما بیابو کفتر بیابو. البته بیابو نه حاجی زحمت میکشه و بس این نیست که بگیم اونی که کفتر قفلی میزنه بیابو. بونگی بار بزنید کفتری بیابونی ها برای من پن رو بزنید یکی صد میل برسونید پن رو پشت سرم بزنید یه رو برای من نزنید من حرف هم بزنم زنگم هم بزنم میگن پولان یکسان آقا داره تو بیابونا خونه ده بزن کفتر ها خونه نمیزنید کفتر جای گای واقعی است هنرش ها بهتر نشه. کفتر اصلا مال رو خونه مال رو خونه مال بیابونی نام بود. چرا رضا حق نا گفته نمونه آقا می بیابونم خودم کفتری که خونه ده خود سخت می کنم برم بیاب یه روز راش میندازم میام خونه ده میپرنم خود دوستان. بله اما هر رو هر روز زندگی شای رو بذاره رو بیابونو این ها و هو نه اش بازی میکنه نه گوش به زندگی. ما زندگی کردیم و اش بازی کردیم ممنون از عشق زندگی صاف ممنون. من شخصا نتیجه ما گرفتم آقایون خودتونم بلدین خیلی یادونم که نمیدونید بدونید بهت بپرسی میگم نتیجه ما گرفتم دردی که حقیقت بوده. خدا سلامتی بده حاجی شما ثابت شده سلامت باشی. آقا مهدی تو چند جفت جوجه از یک نر و ماده میشه فهمید که کبوتر نوکش خورده یا نه؟ یعنی من یه جفت کبوتر گرفتم از شما بردم یه جفت دو جفت سه جفت چند جفت میتونم پیش خودم حساب کنم و جوجه گیری کنم تا بگم آقا این نر و ماده نوکش خورده یا نخورده؟ عرضم به حضور شما یه جفت نر و ماده شما اگه 10 تا دونه بچه در بیاری این 10 تا بچهش با هم فرق میکنن بلد. مثل اعضای خانواده خواهر و برادرها یک شکل نیستن یک قد نیستن یک وزن نیستن متوجه هست این کبوتر 10 تا مفلق در بیاری بپرونی و از توی مفلقای نر و ماده 3 تا 4 تاشونه تو بپرونی بره رو بازی برو 10 تا دیگه در بیار. من اینه میگم اگر که از 10 تا مفلق خودم میگم 10 تا مفلق در بیارم ببینم این 10 تا مفلق 2 تاشون میشن 10 تا دیگه در میارم به امید او دوتا به امید دوتا. آقایون یه وقت میبینه از وجود اگه اینطور بود که آدم یه جفت کبوتر ضعف میکرد و یه جفت کبوتر توسعه میداد 100 تاشون میکرد 100 تا دونه کبوتر تو خونهش 100 رقم کبوتر تو خونهش نمیزد به امیدی که اینا رو بکنه پاهم و بتونه انشالله که بشه 2 تا کبوتر درست کنه که تمام این اشبازا پیشکسوتا که میان این هنری داشته باشه کبوترهای بپرونه تشکر کنن ازش رو بره. یه حرفایی که بعضی بچه ها میزنن میگن نوک به هم خورده نوک آدم ها به هم نمیخوره نوک کبوتر ها به هم میخوره. تو باید سعی و تلاش بکنی کبوتر در بیاری و توی کبوتر ها توی وجوده سالی اگه 100 تا مفلق در بیاری 98ش آقا از طرف من سرباری حساب کن اگه تو 2 تا کبوتر درست کنی تو میتونی بری رو تخت شاهی بشینی تو میتونی ارزندام کنی تو میتونی بگی من اشبازم امان از موقعی که 30 سال 40 سال خیلی اشبازا بودن اینقدر کبوترا را زیر رو کردن اینقدر رفتن مفلق در آوردن اینقدر کبوتر پروندن ولی همه آدمای خوبی بودن همه دوستان خوبی بودن اما اسمشون هم تو تاریخ ثبت نشد. چرا اسم یه وقت بعضی بزرگون میارن هر جا میرن میشینن برد زبونشون کلامشون از یه عده اشبازایی که الان به رحمت خدا رفتن یاد میکنن خدا رحمت. چرا یاد میکنن؟ خیلی اشباز داشت شاید اورستالی که یک کبوتر تو استان اصفهان یا هر جا میپریده بله. شاید 1 میلیون اومدن کبوتر باز رفتنه ولی میبینی وقتی تو دوره ما صحبت میکنیم از 100 سال پیش از 200 سال پیش هم بعضی ها یاد میکنن از بعضی ها یاد میکنن و امروز که الان بعضی ها که کبوتر مثل حضرت آقای شمس کبوتر میپرونه متوجه هستی باز افتخاره آقا بوتونم اگه جاشو داری وقتشو داری
پولش داری، متوجه هستی، علمش داری، هی دم از یأس و ناامیدی نزن، هی نگو نیست، نیست، هست، هست از این زمان. اگر نبود به خدا ما این کار میرفتیم بالا، میرفتیم بالا. من برام کبوتربازی سمه، من کبوتربازی دیگه نه نیروی جوانی دارم، مهمتر از اون که بدنم مشکل داره، پاهم مشکل داره، ریم مشکل داره، کرایه‌نشینم، جا ندارم، کهولت سن دارم، اما هنوز عاشقم، هنوز عاشق این پرندم و دارم خانمان سوز عشق میشم، این پرنده میشم. نه عزیزم، برو همون سعی تلاش کن، برو یه مقدار فعالیت کن، یه مقدار زور بزن، نابرده رنج گنج میسر نمیشود. باید تو این کار تهون بدی. صداقت که بله حرف صداقت. خیلی ممنون، خیلی ممنون آقا. من میخواستم خیلی سوال داشتم آقا، نگاه کن یه همه سوال ولی نوشته بودم، خب فرصت نمیشه چون توضیحات واقعا هم نمیشه که برای یک کبوتر یه سوال پرسید. آره آقا، این سوال خیلی خیلی مهمه برای دوستان و ما دو سه جا رفتیم برامون تجربه شده. ضمن این که حالا از حاج محمود میخوام که همجوری که این سوال را من میپرسم یکم هم طولانیه، توضیح مجبورم بدم. چند تا از اصطلاحات کبوتر اصفهانی، حالا فرق نمیکنه، کبوتر پر، این کبوتر و این منطقه، مثلا کندله کبوتر، فکر کنم آبدونی کبوتر رو میگن، چند تا از این اصطلاحات ها برامون بگن. و این سوالی که میخوام بپرسم آقا مهدی، حاج احمد، اینا مختصر فقط جواب بدید. حاج محمود، ما چند جا رفتیم؟ شما در جریانی، الان هم تو خونه با هم صحبت کردیم، با حاج محمود هم گفتم، با آقا مهدی هم گفتم که آقا طرف واقعا مثل دیروز آقای علی دادی شمس‌آباد خدا ما بینی زحمت کشیده بود، کار کفتر کرده بود، یا یوسف علیرضایی شهرک، حالا اینا رو نمیگم چون شهر کردین، یا خیلی جاهای دیگه تو استان اصفهان، ولی اون روز کبوتر حاج احمد کار نمیکنه. جدای این که حاجی یه روز میشه یه روز نمیشه، یه روز تو از در خونه میتونی بیای بیرون حالت خوبه، یه روز اصلا، این از لحاظ خود کبوتر. یکی به من گفت خادمی تو مقصری چون رفتی حاج محمود توی پرنده های طرف و پرنده هاشا گرفتی تو مسیری که میخواد کفترشا بپرونه، آدم نگرداشتی و استرس به پرنده وارد کردی. اصلا شما نباید پرنده‌ای که اون بابا هر روز داره توی یک شرایط و آیتم خاص جا به جاش میکنه، و بدتر از همه رفتی رو پشت بوم فرش پنگ کردی و فیلم گرفتی. اینا من میخوام که بقیه بچه ها از این به بعد که میریم بدونن که آیا دعوت گرفتن و حضور ما زیر یک کبوتر شرایط خاصی داره. از حاج محمود شروع میکنم، برای کسایی که از اینجا به بعد میخوان دعوتی بگیرن و کسایی که دعوت میشن، چی کار کنیم کبوتر استرس بهش وارد نشه؟ اصلا هست هم چیزی یا نیست؟ هست هم چیزی، چون استرس بهشون وارد میشه. وایشم چون اون آموزه اون بسه الان شما وقت رو پشت بونی من روی کف داره هزار تا سلک باید میشه، من برم سر کولم بالا میرم. خب این آقا باید وقتی که دعوتی میشه یه اگه بشه دیم مثلا یه ست میت پون ست میت کنم درست کنم نبینم ست در ست ست میشون وارد بشه. بس نباید این کار بشه، نباید این کار بشه. مشکرم، حالا میام خدمت داشت بازیشون اینا اما یا نرفتنشون، اما خب استرس بشه وارد. بله. حاج محمود کبوتر کار نکرد. حالا میگم کار نکردن کبوتر جدایی که یه روز خوبه یه روز بده، آیا ربطی به این قضیه داره؟ نه نداره. نداره. اما خب زنبسای وقت خار نبودن. روز قبلش کار کرده است. اومدیم و یه وقت خسته شد. آقای خود. ببخشید آقا. کار نمی‌کنه. آقا متی الان میام خدمت. ببین امروز اگه میومدن ما پرنده بردیم کار نکرد، میگن اینا چی بودن؟ باید. اگر میگه سرم درد میکنه، مریضم، یا میخوام خودمو خراب کنم. کفتری بود است که دیرو پروندم، میدونم کار امرو میکنه. روزی دیگه هم تشریف بیا این پرنده را. از یه روزم نمیشه. با یه روز نمیشه. بله. مثلا حالا امرو کار نکرد، میتونه کفتر پردم کار نکنه، میکنه. اینا ایرادی نیست، میگیرن مردم. اما اینا عیبی نیست، کفتر است. یه وقت امروز حال نیست. خودی صاحب نمیدونه، خودی پرنده هم نمیدونه چی کنه. اما کفتری هم میگن که باز شاب بکنید عیبه و به نفکنید خراب کنید، دست بزنید اتوار دارد، این خرابه، این هم میشه براش صحبت کنید. اما کفتر که میزو یک ساعت میبرید آسمون، پایین و بلند میشید، میاد راحت میشید، نقیر اتواری سالم میاد میشید. اینا چرا میرن میگن اینا خوب نبودن، چی بودن اینا، چی پرون اتو بپرونید اینا. ممنونم. آقا مهدی شما هم نظری دارین تو این زمینه؟ این تجربه شما هم بپرسین. همینطور که حاج محمود و آقای شمس گفت، بله من قبول دارم. کبوتری که شما هر روز خودت میری داخلش اوته بر میداره، آشنا میشه با هر نوع حیوانی، همینطوره.
ببین اسب گران یک شناسه، صاحبش وقتی میره طرفش خیلی آرومه، شخص دیگه اگر رفت طرف اون اسب، اون اسب اصلا میخواد جاشو ور داره، جاشو ور داره، نمیذاره اصلا طرفش بره. یا مثلا به سوارکارش که آشناس بویشه ورداشته سواری میده بلد. اما به هر شخص دیگه سواری نمیده بلد. بله کبوتر راست میده، وقتی برن داخلشون استرس بهشون وارد میشه، استرس فقط نمیده که وارد بشه، اصلا بدنش، سیستم بدنش، مغزش میده بله، میتونه رو پرشش، رو بازیش متوجه هستی، زمین تا آسمون اثر بذاره. ممنون آقا و به این برنامه یه چند تا از اصطلاحات کبوتر اصفهانی، کبوتر پرشه کردی، این منطقه که میدونید دیگران باهاشون آشنا نیستن، آقا مهدی، آقای شمس، آقا محمودی، یکی یه چند تاشو برای ما بگین. حالا از آقا مهدی که دوربین روشونه، چون پای دوربین من مشکل داره، گوشی من افتاد، ببخشید، جنس چینی کردن تو کتم. من یک چیز کلی بگم. بله. این کبوتری که ما هممون داریم، حالا هر کس یا تهرانی یا کاشونی یا بدرنگ یا اصفهانی یا مسافتی داریم باش عشق بازی میکنی، این کبوتر ایرانه، این باعث افتخار همه است، این مال منه و مال تونه نیست. یه کشتیگیر که میره تو خارج از ایران، فوتبالیست میره، این افتخار همه ایرانه، این افتخار همه مونه، مال همه مونه. اینی که ما بخوایم بشینیم مثلا جبهه و جبهه گیری کنیم، این بگه کبوتر مال منه، او بگه کبوتر مال منه، این بگه از من کبوتر آوردی، او بگه از من کبوتر آوردی، نداره آقا. این کبوتر مال ایرانه، مال همه است، همه برادری یا دوستیه. سعی کن، سعی کن تو یه کاری بکنی، متوجه هستی؟ اگه من کولت سن گرفتم، این بار مردار به دوشت بکش و این بارش کار کن به طرف آبادانی ببرش آقا، خرابش نکن. من و تو هم نداره، تو مال اینجایی و او مال اونجاست، همه مال همیم، همه مال همیم، همه برادریم. چرا میریم میشینیم با هم یه جا میشینیم به دوستی میشینیم نمک هم دیگه رو میخوریم؟ نمک هم دیگه رو به خاطر چی میخوریم؟ برای که هموطنیم، برای که دوستیم، دشمن که نیستیم. این کبوتر مال ایرانه و مال همه جا. خودم هم افتخار میکنم، شهر کرد و خراسان، خودم هم شخصا. نه من اصطلاحات البته سوال کردم، من منظورم این بود که کل ایرانیه که به اصطلاح عشق و عشق بازی دوست دارن. ایام من اینه که من باعث افتخارم هست که ایرانی هستم، اگر عشق بازی هم میکنم به افتخار همه ایرانی های زحمات ها دوست دارم، بعدم به افتخار همشهریام. آقا من نمیگم مال من، زحماتش مال من، باعث افتخار من است که یه توی منطقه، حالا یا خمینی شهر یا فلان جا، این چهار تا حیوان ها من زحمت میکشم میبرونم، باعث افتخاری من اون. زنده باشین حاج احمد، امروز جای دوستان خالی، صحبت های خیلی قشنگی امروز شد، برخلاف انتظاری که بعضیا داشتن که امروز ممکنه حاشیه ایجاد بشه که از بنده انتقاد میکردن که آقا اصلا تو زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار دادی با این لایوات. حاج محمود، ما به زندگی کسی به نظر شما لطمه زدیم تو این چون خودشون میخون لطمه به خودشون بزنن، میگن آقای خادمی یا آقای ابوالحسن زاده مرد زنده تو لرزوندن و این داستان ها. میگم که دارد میگه چه میگم، نه خودشون میخواستن این کار رو بکنن، بزنن گردن آقای خادمی یا من. خدا هم واتنا بیامون، کار چی چیه؟ ما هممون رفیقیم، به یه کشوریم، به یه وطنیم، حالا چهار تا حیوان داریم، به حیوانی حیوان همون شما آمدیم، با هم دوست شدیم، رفیق شدیم، به آقای شمس، به آقای مهدی، به شما خدا باعث افتخاری بزنده باشیم، لذت بردیم، خدا شاهده، باعث افتخاری، خیلی افتخار کردیم ما با آقا مهدی هم، خدا شاهده، خدا شاهده، نه شهری کردارد، نه خراسان دارد، نه اصفهان دارد، به خدایش اینی هم ندارد، این هایی هم که داستان درست میکنن، نیا خود یواش یواش رسوا میشن، حالا رسوا میشن، میان میگن چی چی گفته، چی کار کرده، هم چی که تق از یه را در میاری که میبینی نه سرمشهش خودش بوده، نه این آقا با ما پدر کشته خدا سلامتی بشه، خدا سلامتی به شما بده. آقا مهدی من خدافظی ها میذارم و هر دستوری دارین، هر انتقادی دستوری به بنده دارین، ختم کلام با شما آقای ریاشه. اگر من میگم کبوتر رو کبوتر سازی کردم، باید کبوتری خوب دست من افتاده باشه، مایه داشته باشه، مایه داشته باشه. اگر همین کبوتر هم که تو دست من بودن
مایر نداشتن، خوب نبودن. من آقا میتو بلاشری هم یه دونه نمیتونستم درست کنم. پس این کبوتر از قدیم بوده، مایر داشته، متوجه هستی؟ به شما رسیده، شما هم روش کار کردیم. بله حسن، ساتان ما باش کبوتر بازی میکردن، دست من افتاده، منم کارهای روش کردم، متوجه هستی؟ گذاشتم این هنر، این کبوتر از بین نره و بچه‌ها همه همکاری کنن، همه رفیقن، همه دوستن. انشالله این کبوتر خیلی لذت ها داره، خیلی انشالله. لذت ها کسی انشالله. واقعا انشالله. آراشه بکنه لذت چه میبره انشالله. حاج محمود شما صحبت پایانی اگه داری و بابا ما دو کلام حرف حساب و خداحافظ شما. این یه سونه داشته سین زنگ خراس کنم، منم به توسطون رفتم حالا سطری زمینی رو داشته دارم. بله پس اصل بوده کشاورز بوده، بابا هم کشاورز بوده. من این کفتر هم همونه، مایره داشتی، مایره اگه نباشد که بیمایه فتیره. بیمایه فتیره، بله خیلی من مچکه. اجازه خدافسی حیامی و بسلام اینا، خدافسی با حاج احمد. حاج احمد یه خدافسی بکنیم. بله خدافسی هم میکنیم، دمه دونم گر بینندگان عزیز. فقط دوستگی ما این درم گیر راده نجسته مثل بچه همون دوست داریم. این هم از داداشمون به ما رسیده، 35 سال هم از زندگی ما اشتم، اما باشون حال کردم. من ها نمیتونید کنار کنید، من پاییز دوباره کف در میکنم. آجی شما بری کنار میاریم. خدافز شما، خدافز 50 سال آمون بوده. 50 سال آمون بوده.